گایز، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکشن به ترک دلی از شایع و صادق. بریم و بیاییم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. امروزمون رو شروع کنم. ممنونتون میشم برای حمایت از من. حتما اول ویدیو رو لایک بکنید. قراره این هفتهمون اینه، اول لایک بکنید، بعد برای من کامنت انگلیسی بذارین و اینکه حتما این کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و چیزی نمونده به 5000 تایی شدنمون. یه سری برنامه ها دارم برای اون موقع که حالا به مرور بهتون میگم. خب اینترو تورانی نمی کنم. یه ترک خیلی جدید اومده وسط آلبوم مهراتیدن که داشتم ریاکت می‌رفتم، یهویی بچه‌ها توی کامنت ویدیو قبلی نوشتن بودو ترک دلی اومد. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ممنونتون میشم برای حمایت از هنرمندایی که دوستشون داریم. حتما موزیک ها و موزیک ویدیوهاشون رو از کانال های قانونی و جایی که خودشون منتشر کردن گوش بکنید. اگر هم خواستین چندین و چند بار باز گوش بکنید، تا جایی که در توانتون هست و اینترنتتون اوکیه، باز برگردین و از همونجا استریم کنین. من لینک اصلی ویدیو رو برای شما توی دیسکریپشن خط اول میذارم. خب شروع می‌کنیم. قبل از اینکه شروع بشه در مورد کاورش حرف بزنیم یکم. چقدر خوشگله. من عاشق رنگ مشکی طلایی ام دیگه، فکر کنم همه بچه‌ها بدونن. ترک قبلی هم یه دونه ترک تجدیدی داشت شایع که همین مدلی بود کاورش، این مدلی که مشکی طلایی بود در واقع. و اینکه اون ساعت شنیه انگاری که داره زمان رو نشون میده، شنا داره میریزه پایین، بعد اون چیزی که داره ازش پر میشه انگاری یه آدم جدیده که داره از اون شنا متولد میشه. فکر میکنم که یکم در مورد زمان و اینجور چیزا باید باشه که ساعت شنی گذاشته. این منم که شایع هستیم و چقدر کاورش خوشگله. من خیلی خوشم از کاورش. بالاش هم انگار قبرستونه به نظر. بعضی شبا چشو دروش بیدار، بعضی شبا دم پنجره صدا توپق، بعضی شبا لبن مف سلام، منم یه دوست نواب و سلام، منم یه درس عبرت با خودم بدم والا دست به خیرم، عشق میکنم به خنده چهرت، خدا نرسید شیطون رفت و جلدم. او مای گاد چقدرم راضیم دادا، بچه مثبت ها به گا میرن دادا، و همه چیاره گفتیم جای نب بابا، ما بعد رفتیم لاش زد دارا جهیدن ردیفم تا پول. چقدر اینجاش باحال گفت، اون جایی که گفتش که بچه مثبت ها همیشه نابود میشن به فنا میرن، راست میگه. به نظر من خوبی و بدی اندازه هم حالا بعد یه مقدار تو وجود آدم باشه. معمولا اونایی که خیلی زیاد خوبی میکنن همیشه کلاهشون پس مره. کسی اینو قبلا هم تو ویدیو هم گفتم. بعد گفتش که خدا نبود شیطون رفت تو جلدم، من دوست نواب شدم. ایول قشنگ ما بعد رفتیم لاش زد دارا جهیدن ردیفم تا پول تو چپ دادم، چون تا وقتی پول هست آقام. وقتی پول هست آقام، من یاد ترک قبلی افتاده بودم که در جواب یه سری بچه‌ای که هیت کرده بودن گفته بود هدف من رب بود نه پولی همچین چیزی، و میگه تا موقع که من پول دارم آقام ارزش دارم. نه تنها تو ایران، تو کل دنیا اینجوریه واقعا. ردیفم تا پول تو چپ دادم، چون تا وقت پول است آقام، وایسادم زدنم تو دعوا، ولی از ترس نشاشیدم تو شلوارام، صبرم کمه و سلم در حد حداقل چهل سالگی، ما میبینم به تخ بستنش دستشو بستن از دست نره. او مای گاد میگه که اولا که حوصله‌ام کمه در حداقله. اینجاش خیلی لفظ قشنگی بود، خوشم اومد. من تو حرفام استفاده میکنم از بعد. و اینکه چقدر قشنگ گفت. بچه‌ها تو ترک قبلی شایع گفت من 30 سالگی رو دارم شروع میکنم تو همون ترکی که دارم میگم، و اینجا هم داره میگه 40 سالگی رو دارم میبینم. احساس میکنم که همیشه تو تصورش مدام به آینده داره فکر میکنه و این زمانه همیشه انگار تو شعراش هست. خیلی قشنگ سالگیمو میبینم به تخ بستنش، دستشو بستن از دست نره، من بستمه، دلم تنگ شده بره، نه بره اینکه دوباره بمیریم بره هم، بیقرارم و دل تنگ سرگرم بره تمه قبل همه جم. واقعا دل همه تنگ شده. چقدر قشنگ گفت اینجاشو بچه. چقدر این ترک خوبه، خیلی داره خوشم میاد ازش. هرچی جلوتر میره برام جذابتر داره میشه.
و اینکه راست میگه قبلا یه محیط دیگه ای داشتیم دورمون، دوستی هامون، انگاری اصلا از وقتی این بیماری هم پیش اومد همه بیشتر از قبل از هم فاصله گرفتن، تنهایی همون چندین برابر شد. قرارم و دلتنگ سرگرم بر تمه برم همه جمع، یادمون رفت زندگی کنیم دیگه اصلا چیزی رو حسه میکنیم، من اخوام تو همه تو گریه میکنیم، ما رو نگاه تو چی حرفه شدیم، ما رو نگاه تو چی حرفه شدیم، تو قصه خوردن، تو درد کشیدن، واو عالی بود، ما تو همه تو گریه میکنیم، ما رو نگاه تو چی حرفه شدیم، من و این دستاز با هم یه شبایی داریم که صبحش در مانگو هم با اینا تنها این مرد وایسادم، این مرد وایسادم. حس میکنم دیرم شده اما نمیدونم چی دیر شده چی، یه منم و رفیقم گله تو خودم تو چتی دیرم شده. واو کورسش رو خیلی دوست داشتم، خیلی قشنگ بود. بچه ها راست میگه، شما تا حالا حس کردین که همش دیرتونه؟ این حس رو من به اندازه یه تک تک ثانیه‌های زندگیم درکش کردم. همیشه حس میکنم که دیره، ای وای این کار انجام ندادم، این شده این شده، انگاری همش داریم میدویم ولی هیچ وقت هم آرامش نداریم. چقدر میخوایم بدویم تا به کجا برسیم، عمرمون تموم بشه؟ واقعا این میشه ته ته هدف ما. دستم هم میخوره به این. خیلی خوش اومد از این تیکش. راست میگه، میگه همش حس میکنم دیرم شده اما واقعا نمیدونم دیر چی شده، چی دیر شده. اصلا عالی بود. اون زمانه رو اینجا داره میگه بهش، اشاره کردونه که من گفتم و الان ساعت شنی مفهوم پیدا کرد. یه بار یه کورس رو بخونه خیلی خوب بود. حس میکنم دیرم شده اما نمیدونم چی دیر شده چی، یه منم و رفیقم گله تو خودم تو چتی دیرم شده، اما نمیدونم چی دیر شده چی، یا منم و رفیقم گله تو خودم تو چتی. نمیشه دورم برو خالی، اصلا بالا نمیرم که بخوام بیام پایین، چون میدونی اینجا جای مانی، جای موندن آدم با حالمون نیست. وای جای موندن آدم با حالمون اینجا نیست. یاد موقعیتی که توی حال کشور هست و خیلی به خاطرش میرن افتادم و اینکه چرا قشنگ گوگا انقدر حال من بده که من اصلا بالا نمیرم، نه با مشروب، نه با گل، نه با ال، نه با بل، با هیچ کدوم اینا مثلا بالا نمیرم که حالا بخوام بیام پایین. دیگه زدم به میدونی اینجا جای مانی، جای موندن آدم با حالمون نی، نه من که رفتم تو هم برو، هر لحظه از خودت بزن جلو، من همون که راهو کنده یه جای قبلا توم دیدم تو رو، که خشم داشتم وحشی بودم رحم نبود توم، ترس بود که جنگی بودم غرق تو اون خون، شهر تو مش بد تو پشم و تو روم خوب، نقش داشتم رنگی بودم اما کدوم بوم، نقش داشتم رنگ داشتم اما کدوم بوم، این همه ایده داشتم، این همه هنر داشتم ولی هیچ جایی برای ابرازش وجود نداشت و ناچار شدم که از اینجا برم مشتی جای دیگه، زندگی یه چیز دیگه است. واو تو متنش داریم چقدر قشنگ بود. واو رحم نبود توم، ترس بود که جنگی بودم غرق تو اون خون، شهر تو مش بد تو پشم و تو روم خوب، نقش داشتم رنگی بودم اما کدوم بوم، مشتی دیدم جای دیگه، زندگی یه چی دیگه است، نه حرفی این باد بود نه قصه ای بیدی هست، زندگی یه حادث است با چند تا شکل مو، من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم، و میگه نه حرفی از بید بود نه اصلا باد بود دیگه، نه حرفی این باد بود نه قصه ای بیدی هست، زندگی یه حادث است با چند تا شکل مبهم، پس ساختم یه برج بلند با ستون محکم، بالای ارتفاع انتهای ارتقا، کوچه فرشته ها جنب برج اعتبار، با پلاک عشق ناب زنگ سوم سپاک، واحدم تو برج خاص سر نزنی اشتباس، تو داداشی دیره سر نزنی اشتباس، حس پاک، عشق، همه اینا آدرس منه. به به چقدر خوبه این ترک. سوم سپاک، واحدم تو برج خاص سر نزنی اشتباس، تو داداشی دیره بگی خونه کجاست، که سر گذاش گندم رو سینه داست باس، ای سگ دونی کند و رفت، اصلا مهم چی دروغ چی بوده راست، خیره مات مبهوت منگ، کی این بچه رو محکوم کرد به دیوونگی، از توت کند لبخندتو بعد اخمود کرد، از توت کند لبخندتو بعد اخمود کرد. چقدر خوب بود. و داره از کندن و رفتن، از جاهایی که آزارش دادن میگه. خیلی خوشم اومد. به دیوونگی از توت کند لبخندتو بعد اخمود کرد،
چون اینجا یه چی رنگ میده بهت، سفید میشه موهات، سرد میشه دلت. زنده بودن و همه مف خریدیم، بهم بگو مردن و چم میشه گرفت. زنده بودن و مف خریدیم، ما که انتخاب نکردیم که، همجوری زندگی بلند شدیم زندگی کردیم. بگو بس خسته شدم مرگو چم باید بخرم. زنده بودن و همه مف خریدیم، بهم بگو مردن و چم میشه گرفت. حس میکنم دیرم شده، اما نمیدونم چی دیر شدی چی، یه منم رفیقم گله اونی بود، تو خودم تو چتی، دیرم شده اما نمیدونم چی دیر شدی چی، یه منم رفیقم گله تو خودم تو چتی. توفی زنم به رول پیچ شدم، یه معدن سنگ پودر سفید شوهر دادم، این سالا چقدر پول مهر ثابته بزن بغلای معمون. اوه میگه چقدر پول دادم شوهر، اصطلاح خود چیز ایرانی هست که پول رو شوهر دادم، پول دادم برای مواد و گل و رول و ال و و اونجایی که داره مامور رو میگرم قشنگ گفته قشنگ پیچ شدم، یه معدن سنگ پودر سفید شوهر دادم، این سالا چقدر پول مهر ثابت بزن بغلای مام، مهر ثابت بزن بغلای شوهر دادم، این سالا چقدر پول مهر ثابت بزن بغلای مامون. بخوابیدم تو شبا چشم موند از عرق سگی بگی، تا شراب انگور فرق گوشت و نون، چیه برا بیدن دنیای چی بریز یا بچاخ منو بخندون، یا یه چی بریز یا بچاخ یا منو بخندون. بابا حال منو فقط عوض کن، فقط با چشم موند از عرق سگی بگی، تا شراب انگور فرق گوشت و نون، چیه برا بیدن دنیای چی بریز یا بچاخ منو بخندون. عشق از بخند من زخمدم، چی شد که فکر کردیم چفشیم به هم، خامی رو خامی یا نه حالا داشت که کوچه مشتی یا کم بالا داشت، من کم و جور شده جروا جریام، نمیشه خالی با هیچی این دق و دلیام، من رو تخت شاهیم فکر کلیام، بگو کی چی دیده اصلا غیر خوبیام. مادلی و سیم و فنتمونی، عجیب ارزون و عدل گرونی، کشتنمون زنده موندیم تنهاییاتون براتون شعر بخونیم، کشتنمون زنده موندیم تنهاییامون براتون شعر بخونیم، به به تنهاییاتون براتون شعر بخونیم. عالی بود واقعا، واقعا تنهایی من دوست دارم که این ترک رو هزار بار گوش بکنم و قفلی زدم روش، به جرأت میتونم بگم یکی از بهترین ترکایی بود که تو این چند روز اخیر گوش کردم، چند ماه. کشتنمون زنده موندیم تنهاییاتون براتون شعر بخونیم، بیا بسنیم حرفای خوب و بنزین ندیسیم رو این انبار چوب، هیچکی نداشت حسابمون، هیچکی نشید حرفای اونو، آخه میرسونن گاهی لبر رو به جون اون که پوزشونه، تو که دیدی میریزیم تو چوب و میندازن زمین، میبینن یه همار شده چوب و لش قدیم، اما میخوام ولی نجونونه تو ما پر پرواز بازار رو چیدن، اونا که مدعیم پرواز آزاد رو دیدن، اونا که گندم سهم روزشون بود، امروز خرج این داسارو. اونایی که سگندم سهمشون بود دارن حالا خودشون باعث میشن که این گندمات، یعنی خرج داستا رو میدن داستون، کسی که این گندما رو حالا درو میکنه و نابود میکنه. چقدر این تیکش خدا خدا مفهوم داشت و اونجاش هم خوش آمد که برگشت گفتش که بیایم روی این انبار چوب آتیش نریزیم، حرفای خوب بزنیم، بیایم اینقدر همدیگر رو تخریب نکنیم، زیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. توی مملکت ما، تو افکار ما خیلی این ایده ها هست. حالا هیترای خودم نمیگم، گاهی وقتا میرم کامنت های ویدیوهای اینستاگرام به جای دیگر رو میخونم، احساس میکنم که ما خیلی عادت کردیم به این که همدیگر رو تخریب کنیم به جای اینکه به هم عشق بورزیم. البته تو بچهای کانال من خیلی بچهای ماهی هستین، مرسی از محبت تک تکتون بچه‌ها، ولی این فرهنگ رو کاش بین خودمون از بین ببریم. راست میگه، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیدن اونا که گندم سهم روزشون بود، امروز خرج دروغ گفتن از سر به ما، خوردن هرچی بود از سهم ما، حرف مفت و بستن به ما، حرف دل موندش از سمت ما، دروغ گفتن از سر به ما، خوردن هرچی بود از سهم ما، حرف مفت و بستن به ما، حرف دل موندش از سمت ما، دروغ و بستن به ما، از سرش به ما دروغ گفتن، آخرش هم سهممونو خوردن، بعدش هم چی مون برام جز اینکه حرف دلمونو بزنیم تو ترک دلی. چه اسم قشنگی واسه این ترک گذاشتن، خیلی خوشم اومد. حرف مفت و بستم به ما، حرف دل موندش از سمت ما، حس میکنم دیرم شده اما نمیدونم چی شده چی، یه منم رفیقم گله تو خودم تو چتی، دیرم شده نمیدونم چی دیر شده چی، به منم رفیقم گله تو خودم تو چتی.
عالی بود. واو. That's perfect. بچه ها من نمیدونم که شما به اندازه این من از این ترک ذوق زده شدین و خیلی خوشتون اومده یا نه، ولی اصولا من از ترک هایی که از موزیک هایی که یه درد قشنگی رو از جامعه از وجود آدم با یه زبون دیگه میگه، زبون شاعرانه میگه، خیلی خوشم میاد. این ترک خیلی بر من قشنگ بود، خیلی دوست دارم صد بار دیگه گوش کنم. عاشق کورسش شدم. آدن دوست دارم هی پشت سر هم میفته تو دهنم، حالا میخونمش. خیلی خوشم اومد. بچه ها حتما حتما برای حمایت از شایع و صادق عزیز ترک رو از کانالی که خودشون منتشر کردن گوش بکنید. توی ویدیو زیرش اومد، من لینکش رو هم براتون میذارم. پرفکت، عالی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که شما هم کنار من از شنیدن این ترک اینقدر ذوق زده شده بوده باشید، چون من واقعا به معنی واقعی خوشم اومد از این ویدیو. عالی بود، مرسی. اگر از کانال من خوشتون اومد کانال منو سابسکرایب کنید. برای حمایت از من حتما لایک بکنید. اول لایک بکنید، دمتون گرم، مرسی. بعدن سابسکرایبتون رو اول لایک بکنید بعدن کامنت انگلیسی بذارید، ببخشید اصلا حواسم تو این ترک جا مونده. و اینکه بچه ها آهان اکانتاتون رو وریفای بکنین، یه دونه ایمیل درست بکنین اکانتتون رو وریفای کنین. شاید خیلی از بچه‌ای که ساباشون میریزه، خیلی از بچه‌ای که ویوهاشون برای من میریزه و لایک ها حتی میپره، خیلی ها به خاطر این باشه که اکانتاتون وریفای نیستش. اکانتاتون رو وریفای کنین با یه جیمیل که بتونید کامنت بذارید، بتونید قشنگ نظر بدین. نمیدونم، حالا من چون از اول وریفای بودم شرایطش رو درست نمیدونم، ولی مرسی که اینقدر خوبین، اینقدر ماهین و منو حمایت میکنید. یه دنیا دوستتون دارم و براتون عشق و محبت و سلامتی آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه بچه ها.